و در این لحظات برنامه هم استاد محترم سردار ولی امرخیل از طریق اسکایپ میخواین چند لحظه صحبت خوبشون همراه ما و شما شریک بسازن که منتظر ما هستن. ما میریم به طرفشون و سلام و صبح بخیر بر استاد محترم داریم. استاد سلام بر شما برسه، روز نمازتان قبول. سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز تلویزیون آریانا. با امید صحتمندی تمام مریضا دعا میکنم که تمام مریضا بخیر صحتمند و سلامت شوند. زنده و سلامت باشین استاد محترم. چطور است روزای قرنطینه بخیر میگذره؟ الحمدلله تا فعلا که بخیر میگذره. امیدوار هستم بر تمام هموطنان عزیز ما بخیر بگذرن و این روزای قرنطینه را جدا مراعات بکنن. اگر میخواین که صحتمند باشن و میخواین که زندگی با زندگی عادی برگردن، باید ما قرنطینه مراعات بکنیم و در خانه بمانیم. واقعا استاد یک گپ خیلی خوبی را اشاره کردین که برمیگرده به موضوع ما که ما میخواییم بیشتر صحبتهای شما را راجع به این موضوع داشته باشیم. چرا در این اواخر متاسفانه طوری که کرونا به اوج خودش رسیده در سایر سعودی خود قرار داره فعلا در افغانستان، مردم همین شرایط قرنطینه را اصلا جدی نمیگیرن؟ علت و عوامل و سبب اصلیش به کدام موارد برمیگرده؟ چند تا دلیل اصلی وجود داره که در افغانستان مردم قرنطینه را مراعات نمیکنند. دلایلش ما یکی دو تا بیشتر میگم، به خاطر از اینکه ما آنچه که در این روزا در خصوصا در کابل میبینم، چون کابل هم در وضعیت قرار داره که متاسفانه مریضای کرونا در اینجا یا همون کووید 19 در افغانستان و خصوصا در کابل بیشتر شده. بعد چند تا دلیل وجود داره. یکی که مردم میگن ما فقیر هستیم و اگر ما کار نکنیم ما گشنه میمونیم، اگر کرونا نکشه فقر ما رو میکشه. دلیل دومی که برایشان درست اطلاع رسانی نشده یا نمیخواین درست اطلاع پیدا بکنن و کرونا را جدی نمیگیرن. دلیل سوم هم این است که مردم یا مجبور هستن بیاین به طرف ازی که یک چیز بخرن به خاطر، و چهارم هم میشه که بگویم مردم یا کمک غفلت میکنن به خاطر ازی که به بهانه های حق و ناحق میبرن، به بهانه مریضی میبرن، به بهانه ازی میبرن که من ضرورت دارم، به بهانه ازی میبرن که من به خانه خود یک چیز میخرم. دیگه اینی دلایل اصلیش هست که مردم میبرن و قرنطینه مراعات نمیکنن. در این میان چیزی که خیلی بسیار مهم است و بر مردم بهانه حق و ناحق هستن که میخوان دلشان تنگ شده یا به بهانه میخوان بیرون برن و به مردم سرگردانی ایجاد بکنن و به خودشان هم سرگردانی ایجاد بکنن. از همه مهمتری است که اگر ما در خانه نمانیم و به کرونا گرفتار شویم، هم بر صحت خود ضرر رسانیم و هم بر دولت افغانستان ضرر رسانیم، چرا که ما اونقدر مملکت پیشرفته نیستیم، ما مملکتی نیستیم که بتونیم جوابگوی تمام نیازمندی های صحت افغانستان باشیم. بنابراین متاسفانه فکر کنم در این قسمت اینترنت یک مشکلی که خیلی خرد پیش آمد که ما تماس استاد متاسفانه از دست دادیم. خب بازم کوشش میگیریم که بتونیم دوباره همراه استاد به تماس شیم و صحبت ارزشمندشون رو داشته باشیم. و طوری که استادم گفتم، بیشتر مراد نکردن هموطنان عزیز ما و جدی نگرفتن مسئله کرونا از طرف هموطنان عزیز ما سبب بری شده که روز به روز همین ویروس کرونا انتشار پیدا کنه. خب همکارای ما میگن که مشکل اینترنت حل شد، بازم میریم به طرف استاد و ادامه صحبتهایشان هم میداشته باشیم. استاد مهربانی صدای شما رو داریم. من میخواستم بگویم که اگر ما قرنطینه مراعات نکنیم، ما به ممالک مثل اروپایی گرفتار خواهیم، سرنوشت مثل که بر اروپا رفته، مثلا اسپانیا را شما سعی کنین، ایتالیا را سعی بکنین یا فرانسه و همونطور امروز آمریکا را ببینید که در چه وضعیت قرار داره. ما قسمت باز گپ خود تاکید میکنیم، ما مملکتی نیستیم که پاسخگوی تمام نیازمندی های صحت افغانستان باشیم، چرا که ما یک مملکت فقیر هستیم و در این مملکت ما تمام نیازمندی های صحت را نداریم، نمیتونیم متاسفانه تمام مشکلات مردم افغانستان را حل بکنیم. بهترین رایش همی است که ما فاصله ها را مراعات بکنیم و قرنطینه مراعات بکنیم. بنابراین برای ما مهم است که ما در خانه بمانیم و برای همراه دولت افغانستان کمک بکنیم و با مردم افغانستان همکاری بکنیم که بتانیم از این بحران نجات پیدا بکنیم و بریم به طرف یک وضعیت خوب و بریم به طرف زندگی عادی. اگر ما قرنطینه مراعات نمیکنیم، اگر ما قرنطینه مراعات نکنیم، میفهمین چی با چی بدبختی های گرفتار خواهیم، از مشکلات اقتصادی گرفته تا مشکلات صحی و مشکلات برهم خوردن زندگی عادی ما. یعنی ما شاید به قسم گرفتار شویم که دیگه ما مجال برای این پیدا نکنیم که دوباره به زندگی عادی برگردیم. ما چند وقت پیشتر هم گفته بودم که اگر قرنطینه مراعات شود در افغانستان و خصوصا در کابل، این مرض در ظرف یک ماه امو زنجیری که به مردم مبتلا میشه به او از بین میره و مردم ما میتونه که با
به زندگی عادی برگرده. بله. امروز ما مثلا اگر قرنطینه مراعات نمیشه، ما تحصیلات ما، سیستم تحصیلات عالی افغانستان بر هم خورده، سیستم نظم زندگی عادی بر هم خورده، وضعیت اقتصادی مردم خراب شده میره. و اگر قرنطینه مراعات شوه و ما بتونیم که در ظرف هم یک ماه یا 15 روز یا حداقل بیشتر از یک ماه نمیتونیم برش بگیم، به خاطر از اینکه سیر از بر 15 روز است. این در 15 روز تمام علائم از این نشان داده میشه. ما تا جایی که ما تحقیقات کردیم و تا جایی که من میفهمم در مورد از این، اما 15 روز حد نهایی از این است که یک آدم به کرونا گرفتار شده یا نشده. بنابراین بهترین راهی است که ما در خانه بمانیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، در برخوردهای اجتماعی خود بسیار محتاط باشیم. بله. اگر ما نمیخوایم که قرنطینه مراعات شوه و اگر ما نمیخوایم که قرنطینه یعنی به نحوی از او برش احترام نکنیم، مانند ازی است که ما به زندگی خود خاتمه میدهیم و خود ما راهی قبرستان میشیم و خود ما راهی ازی میشیم، به دست خود ما قبر خود را میکنیم. بنابراین قبر بیاین از این بحران نجات پیدا بکنیم و بریم به طرف زندگی عادی. اگر ما زندگی را عادی نکنیم، ما به سرنوشت گرفتار خواهد شدیم که جبرانش باز برای ما بسیار مشکل خواهد بود. واقعا و پشیمانی هم سودی نداره. حالا با گفته شما استاد، کشورهایی که در جهان حرف اول می زدن فلج شدن به اثر این ویروس کرونا و خیلی جنجالای زیادی رو متقبل شدن. وای به حال ما که در افغانستان هستیم، اینقدر امکانات صحی هم کم است، اینقدر مردم ما هم متاسفانه هستن جدی نمیگیرن این موضوع را. بعضی محدودیت هایی که از طرف مسئولین و حکومت صورت گرفته استاد، چقدر این تانسته حالا آمار مبتلان به ویروس کرونا را کم بسازه؟ بخصوص ما جایی را میبینیم بعضی از خبازی و نان توزیع میکنن به نیازمندان که نیازمندان بیشتر از خانه نرن بیرون و بعضی گشت و گذارها کمتر صورت گرفته. این چقدر تاثیرگذار بوده به نظر شما؟ خب دولت تا توان خود همکاری میکنه و از طرفی که دولت همکاری میکنه باید مردم همکار باشه. اگر ما میریم به طرف نانوایی ها و نان میگیریم و به امو سیستم را که اونا دارن، باید در اونجا ما فاصله های اجتماعی را مراعات بکنیم و به نوبت خود بریم و نان را بگیریم. حداقل باید یک متر تا دو متر ما امو فاصله را برای گرفتن نان باید مراعات بکنیم. در صورتی که اگر مراعات نمیشه، میشه اونجا یک کس به کرونا گرفتار شده باشه و از خود نمیفهمه. چون کسی نمیفهمه که کیره گرفته و کیره نگرفته. اونمونجا یکی از مراکز اصلی شیوع شد امونجا نانوایی ها باشه. بنابراین بر مردم خیلی مهم است که در فاصله اجتماعی خود محتاط باشن. و از اگر ای که حکومت نمیتونه بسیار از مسائل جدی بگیره، اگر ما جای حکومت میبودم شاید در یک ماه هیچ کس را اجازه نمیدن که از خانه خود بره، الا ای که دکتر باشه و یا پلیس باشه، دیگه به حد اجازه نمیدن. چون ما در این یک ماه نمیتونیم پروژه های انکشافی را ختم بکنیم، نمیتونیم که افغانستان را اروپا بسازیم، نمیتونیم که افغانستان را به جایی برسانیم که به قله های از موفقیت برسه. در یک ماه هیچ کار نمیشه. چرا؟ ما سالها از در این مملکت جنگ است، در سالها از در این مملکت ما نتونستیم که مملکت در سالها آباد بسازیم. بنابراین در یک ماه خوب ممکن نیست. برای دولت افغانستان من از اینجا برشان میگم که شما بیاین این قرنطینه جدی بگیرین و زندگی مردم را نجات بدین. این زندگی مردم به دست شما امروز افتاده. بیاین این زندگی را قسم نجات بدیم که ما قرنطینه را 100% باید مراعات بکنیم. شما ببینین امروز وزیر صحت به کرونا گرفتار میشه، یک مرجع صحی افغانستان، کسی که از اونجا حکم صحی را صادر میکنه، وقتی او به مرضی کرونا گرفتار میشه، مردم عادی خو هیچ توقع نداشته باشن. امروز ما گزارش های دیگه هم داریم که متاسفانه ممکن است که والی قندهار هم به ویروس گرفتار شده باشه. وقتی مقامات را به ویروس گرفتار میشه و شهروندان عادی که حتمی گرفتار میشه، بیاین همین قرنطینه مراعات بکنیم و در خانه بمانیم و همکاری دولت را داشته باشیم، با دولت همکار باشیم، از خانه تا ضرورت عاجل نباشه، تا مریضی نداشته باشیم، تا خدای نخواسته ایتو ضرورت نباشه که ما در بین مرگ و زندگی یک انتخاب بکنیم، از خانه نبریم. چرا ما فعلا در یک بحران قرار داریم؟ همه مردم در یک بحران هستند. ممالکی که بسیار پیشرفته بودند، ممالکی که در اونجا همه چیز را داشتند، میگفتند که امروز ما ابرقدرت هستیم، وقت اونا جوابشان منفی است، وقت اونا نمیتونن که برزی یک پاسخ درست را بدن. ما که یک مملکت بیچاره هستیم، ما که یک مملکت غریب هستیم، ما که یک مملکت هستیم که هیچ چیزی نداریم، فقط امید ما به الله است و به بزرگترین امید ما الله است. الله کمک ما بکنه که تا بتونیم از این بحران نجات پیدا بکنیم و بریم به طرف زندگی عادی. اگر میخواییم که به زندگی عادی برگردیم،
باید قرنطین مراعات بکنیم. در صورتی که قرنطین مراعات نمیشه ما به یک بحران گرفتار میشیم. ما چندین بار گفته بودیم که اگر ما نتانیم قرنطین مراعات بکنیم ما به یک بحران گرفتار میشیم. من چندین وقت پیش گفته بودم که تقریبا حدود یک ماه پیشتر گفته بودم که اگر ما از این حالات تستای کرونا رو نگیریم و وسایل و تجهیزات طبی رو نگیریم ما به یک بحران مواجه میشیم. متاسفانه امروز شما میشنوید که شاهد هستیم در فلان آزمایشگاه در فلان آزمایشگاه اینقدر وسایل تجهیز و تجهیزات طبی کمتر، اینقدر پرسنل طبی به مرض کرونا گرفتار شده. بنان به حکومت افغانستان واجب است، به حکومت افغانستان فرض است که برای پرسنل صحی تمام خدمات را، تمام وسایل و تجهیزات آماده بسازد تا به مردم. تشکر استاد، زنده و سلامت باشین. صحبت‌ها خیلی زیاد است در این راستا و ما هم سوالات خیلی زیاد داشتیم. اما متاسفانه وقت برنامه بسیار کم باقی مانده. پیام و گفتنی شما را می‌خوایم بسیار کوتاه و مختصر هم داشته باشیم. سلامت باشین. من فقط جدی از مردم خود خواهش می‌کنم تا با دولت همکاری بکنن و زندگی خود را از این حالت نجات بدیم و بریم به طرف زندگی عادی. بیاین با دولت همکار باشیم تا ما به زندگی عادی برگردیم. در صورتی که قرنطین مراعات نمی کنیم باید منتظر یک بحران باشیم. زنده و سلامت باشین استاد محترم، وقتان خوش، خدا نگهدار شما. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.